با درود به بینندگان عزیز ایران فردا، بار دیگر در برنامه آن سوی خبر با شما هستم. البته بارها بهتون گفتم من نباید اینجا مزاحم شما بشم، ولی ناچار فعلا گهگاه میایم تا انشالله این آن سوی خبر جا بیفته و همکاران عزیز من بتونن برنامه رو به شما ارائه کنن. و هدف این است که واقعا آن سوی خبر رو هم نگاه کنیم و نه فقط بسنده به نقل خبر. برای نمونه امروز آقای هاشمی رفسنجانی، رئیس تشخیص مصلحت نظام، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، میگوید هیچگاه روابط ایران و عربستان در هیچ دوره‌ای به این تیرگی نبوده است. ایشون میگن بنا بود که برای زیارت و مراسم عمره به حج بروم، که البته مشکلی نیست. مسئله این است که اگر بحث مذاکره برای حل مشکلات است، باید اول در اینجا طرحی آماده شود که ما چه میخواهیم و آنها چه میخواهند. رفسنجانی که با سایت انتخاب صحبت میکرد گفت باید بحث‌های کارشناسی شود تا هر کسی که میرود با برنامه برود و مذاکره کند. اجازه بدید اینجا من یک توضیحی بدم چرا روابط تیر است و چرا آقای هاشمی رفسنجانی این سخن رو عنوان میکنه. آقای هاشمی رفسنجانی در دوران ریاست جمهوریش در واقع با یک میراث خیلی تلخ و سخت از دوران آقای خمینی روبرو بود. روابط با عربستان سعودی قطع شده بود. بعد از ماجرای حج خونین، زمانی که سپاه پاسداران و عواملشون در مکه با فریادهای مرگ بر آمریکا و اسرائیل و پادشاه سعودی تلاش کردند تصویر آقای خمینی رو در کعبه برپا کنن، درگیری داد که متاسفانه با فرار سپاهیان و به جا گذاشتن زنان و معلولین بیش از 400 تن از این حجاج ایرانی به قتل رسیدن. بعد از اون روابط تیره بود، ارتباطاتی نداشتن. آقای قامدی دیپلمات سعودی در ایران توسط تظاهر کنندگان ایرانی با اشغال سفارت سعودی کشته شد و این جریانات بود. بعد آقای رفسنجانی تلاش کرد روابط رو در حد معقول تجدید کنه. روابط تجدید شد، کاردارانی بین دو کشور مبادله شدن، اما همچنان سردی بر روابط حاکم بود، تا اینکه آقای رفسنجانی پنهان در پس پرده دست به اقدام میزد و این اقدام در واقع دیداری بود که ایشون با ولیعهد عربستان در اون زمان ملک عبدالله امروز در پاکستان در حاشیه کنفرانس اسلامی داشت، اما اون مهم نبود. فرزند ایشون آقای مهدی هاشمی به اتفاق آقای حسین موسویان که سفیر ایران در آلمان بودن با پیامی از جانب آقای رفسنجانی به دیدن ولیعهد عربستان رفت. امیر عبدالله یا ملک عبدالله امروز در اون زمان در مغرب زمان به اصطلاح تعطیلات رو میگذرون. دیدار بسیار موفق بود. امیر عبدالله مهدی رو مثل فرزند خودش تلقی کرد. هدایایی رد و بدل شد و بعد از اون بود که زمینه روابط گذاشته شد. انتخاب آقای خاتمی یک نقطه عطف بود. برای اولین بار در تاریخ روابط دو کشور سعودی ها یکی از بلندپایه‌ترین نزدیکان و مشاوران پادشاه وقت ملک فهد و ولیعهد امیر عبدالله رو به مراسم تحلیف آقای خاتمی اعزام کردند. بعد از آن امیر عبدالله در رأس یک هیئت بلندپایه در کنفرانس سران اسلامی در تهران شرکت کرد. ماجرای اظهار علاقه ولیعهد وقت سعودی به دیدن برف تهران و رفتن او به اتفاق شماری از مقامات ایرانی به قله یکی از کوههای اطراف تهران، احتمالاً جایی که در شمیرانات بود، و برف سنگین تهران رو تماشا کردن از جمله خاطراتی شد که ولیعهد عربستان بعدها در یک فیلمی که از او تهیه شد این خاطرات رو به یاد می آورد. وقتی آقای خاتمی به عربستان رفت، ملک فهد که 4 سال بود به
استقبال مقامات بلندپایه جهان نمی رفت، بر صندلی چرخدار به فرودگاه رفت و از مهمان ایرانی خودش استقبال کرد. بعد آنقدر روابط نزدیک شد که دو کشور پیمان امنیتی امضا کردند. وزیر کشور وقت سعودی امیر نایف با وزیر کشور ایران آقای عبدالله نوری مذاکراتی داشتن برای این پیمان، اما بعدها پیمان توسط آقای لاری جانشین آقای عبدالله نوری به امضا رسید. دو کشور روابط بسیار نزدیکی داشتند. هر هفته تقریبا در عربستان سعودی یک نمایشگاه کالای ایران افتتاح می شد. سفر 17 روزه آقای رفسنجانی در مقام رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بسیار سفر مهمی بود. 17 روز او در عربستان بود، به منطقه شرقی رفت. وقتی امام جمعه مدینه در حضور او اهانتی به شیعیان و ایران کرد، او را از منبر پایین کشیدن و برکنار کردن و آقای رفسنجانی توانست مراسم نماز جمعه را در منطقه شرقی سعودی که شیعه نشین است در قطیف برگزار کند. آقای خاتمی همچنان رهبر مورد علاقه سعودی ها بود. ارتباطات دو کشور هر روز در زمینهای مختلف گسترش پیدا میکرد. وقتی آقای احمدی نژاد انتخاب شد، سعودی ها اشتیاقی نشان ندادن، اما تغییر رفتار هم ندادن. منظر پادشاه سعودی در حالی که دستای احمدی نژاد رو گرفته در کنفرانس شورای سران شورای همکاری خلیج فارس در دوحه از یادها نرفته. آقای احمدی نژاد به عنوان ناظر شرکت کرده بود و همین نشان میده وقتی حضور رئیس جمهوری ایران در کنفرانس سران کشورهای شورای خلیج فارس در اونجا انجام میگیره تحقق پیدا میکنه، خودش نشانه رغبت دو جانبه برای روابط نزدیکی. اما ولی فقیه از فراز سر دولت با برنامه هایی که خودش داشت این روابط رو به آشوب کشید. موضوع عراق، دخالت های گسترده ایران در لبنان، در سوریه، در یمن، همه و همه و از همه بدتر بهره دست به دست هم داد و افق روابط دو کشور رو تیره تر و تیره تر کرد و امروز میبینیم که دو کشور عملا در دو سوی خط قرار گرفتن و سیاست های کاملا متعارضی با یکدیگر دارن. آقای روحانی در آغاز انتخابش علائمی رو بروز داد مبدی بر اینکه علاقمند با سعودی ها رابطه نزدیک داشته باشه، سفر کنه به اونجا، ولی باز با وتوی ولی فقیه روبرو شد. به هر روی آمال و آرزوهای ولی فقیه برای برپایی یک خلافت شیعه در منطقه، هلال خصیب شیعه، همان که پادشاه اردن ملک عبدالله عنوان کرده بود، به هر حال با سعودی ها که خود رو خادم حرمین شریفین میدونن در تعارض مطلق است و بنابراین آقای رفسنجانی روزی که اعلام کرد حاضر بره به سعودی برای اینکه روابط رو بهبودی ببخشه اما نیازمند توافق همه جانبه هست، همه فهمیدن منظورش این بود که آقای خامنه‌ای باید با این ماموریت موافقت کنه و امروز ایشون به نظرم ناامید از موفقیتش میگوید تیره ترین روابط رو ما پشت سر میگذاریم. معاون وزیر خارجه آقای عباس عراقچی عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای از احتمال تشکیل نشست سه جانبه میان نمایندگان جمهوری اسلامی، ایالات متحده و معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در شهر ژنو خبر داد. معاون امور حقوقی و بین المللی وزیر خارجه در گفتگو با ایرنا گفته خانم وندی شرمن نماینده آمریکا در مذاکرات ایران با گروه 5 به اضافه 1 در مسیر سفرش به مسکو توقفی هم در ژنو خواهد داشت و احتمالاً با حضور وی و خانم اشمیت نشست مشترک سه جانبه ای خواهیم داشت. عراقچی و هلگا اشمیت معاون کاچینشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا قرار است از امروز پنجشنبه در ژنو بر سر دو سه مورد باقی مانده در مورد برنامه اقدام مشترک از جمله تاریخ اجرای این برنامه مذاکره کنند. توجه شما را به یک گزارش خبری جلب می‌کنم. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، جک اسراف بعد از ظهر چهارشنبه 18 دی ماه در نشستی خبری گفت تحریم‌ها موضوعی نیست که هر کسی با آن موافق باشد و معتقدیم که اعمال تحریم‌ها لازم نبوده است.
هر دو طرف در زمینه تحریم‌ها هزینه دادند و جامعه بین المللی و شورای امنیت در آن زمان اینگونه برداشت داشتند که اگر تحریم‌ها را اعمال نکنیم، هزینه‌اش بیشتر از این است که تحریم‌ها را اعمال کنیم. وی همچنین در پاسخ به سوال خبرگزاری مهر درباره اینکه کنگره آمریکا به دنبال تصویب تحریم‌های جدید علیه ایران هستند، اظهار داشت اگر تحریم‌های جدیدی علیه جمهوری اسلامی ایران وضع شود، این انتظار می‌رود که از سوی این کشور واکنش خیلی سختی نسبت به آن داده شود. اگرچه دولت آمریکا بر عدم اعمال تحریم‌های تازه علیه ایران تاکید دارد، اما کنگره بارها اعلام کرده است که بررسی این تحریم‌ها را از دستور کار خارج نخواهد کرد. کاخ سفید پیشتر به کنگره هشدار داده بود که در صورت تصویب تحریم‌های تازه علیه ایران در کنگره، باراک اوباما رئیس جمهور این کشور آن را وتو خواهد کرد. جک اسراف همچنین اظهار داشت که در چند ماه آینده تحریم‌ها علیه ایران کاهش می‌یابد و افسود جان کری هم به نمایندگان کنگره اعلام کرده است که این توافقنامه سیاست آمریکاست. به گزارش ایسنا، وی روز سه‌شنبه نیز در دیدار با رئیس اتاق بازرگانی ایران گفته بود که بریتانیا به دنبال لغو فوری تحریم هاست. ایران و پنجه به علاوه یک سوم آذر ماه در ژنو به توافقنامه هسته‌ای دست یافتند که از جمله حاوی گام‌های متقابل ایران و آمریکاست و در آن آمده است که در ازای توقف بخش‌هایی از فعالیت‌های هسته‌ای ایران از شدت تحریم‌ها علیه ایران کاسته می‌شود. با این حال ایران و آمریکا درباره جزئیات این توافقنامه تفسیرهای متفاوتی ارائه می‌کنند. به گزارش خبرگزاری مهر، جک اسراف نیز روز چهارشنبه در این خصوص گفت همیشه در توافقنامه‌های به این پیچیدگی واژه‌هایی هست که باید تفسیر شود. جک اسراف در واکنش به سوال خبرنگاری که بریتانیا را به دخالت در حوادث سال 1388 متهم کرد گفت به صراحت می‌گویم بریتانیا در امور داخلی ایران در سال 1388 دخالت نکرد. بنده در دولت بریتانیا در آن سال وزیر کشور بودم. از سوی وزارت خارجه و سفارت بریتانیا در ایران در سال 1388 هیچ دخالتی در امور داخلی ایران انجام نشد. در جریان وقایع اعتراضی به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 ایران، مقام‌های ایرانی بریتانیا را به دخالت در امور این کشور متهم کردند و با بازداشت یک کارمند محلی سفارت بریتانیا او را به اتهام جاسوسی محاکمه کردند. آقای اسراف گفت کارمندان محلی سفارت بریتانیا و سایر کشورها در تمام نقاط دنیا باید اجازه داشته باشند تا فعالیت‌های آزادانه ای انجام دهند، همچنان که کارمندان سفارت ایران در بریتانیا چنین شرایطی دارند. آقای اسراف خطاب به خبرنگار ایرانی که از او سوال پرسیده بود گفت صادقانه میگویم شما قدرتی را برای دیپلمات‌های بریتانیایی فرض کردید که هرگز در این سطح نیستند و هرگز نمیخواهند چنین قدرتی داشته باشند. همیشه جالبه برای من آقای جک استرو. آقای جک استرو یه اظهار نظری کرده بود، تعجب کردم. ایشون گفته بود که برنامه اتمی ایران یه برنامه صلح‌آمیزه. اگر چنینه، پس این شور و شر رو دولت بریتانیا، چه دولت کارگری چه دولت محافظه‌کار، این همه در این زمینه برای چی صحبت میکنه؟ یا فرموده بودن نیازی به اعمال تحریم علیه ایران نبود. واقعا اینو برای من جالب. آقای جک اسراف البته بسیار دلبستگی زیادی به رژیم جمهوری اسلامی دارن. تشکل کانون مدافعان حقوق بشر در نامه‌ای که برای آقای حسن روحانی وزیر امور خارجه رئیس جمهوری ایران نوشته، پیشنهادهای اصلاحی خود را برای خصوص منشور حقوق شهروندی او اعلام کرد. این کانون در نامه خود پس از ذکر پیشنهادات اصلاحی از رئیس جمهوری ایران خواسته است تا تدوین و تصویب نهایی منشور حقوق شهروندی هرچه سریع‌تر به انجام وظایف قانونی خود در زمینه حفظ حقوق ملت پرداخته و این منشور تبدیل به وسیله‌ای برای فرار از مسئولیت نشود. کانون مدافعان که هسته اولیش در سال 1380 توسط 5 وکیل دادگستری شکل گرفت، فراهم ساختن زمینه گفتگو و تبادل نظر اندیشمندان و فعالان در زمینه حقوق بشر و آموزش آن را به عنوان یکی از اهداف فعالیت خود برگزیده است. آقایان سید محمد سیف‌زاده، عبدالفتاح سلطانی، دو عضو مؤسس کانون
مدافع حقوق بشر و از وکلای آزاده و مدافع زندانیان سیاسی همینک در زندان دوران محکومیت خود را می‌گذرانند. معاون اجرایی آقای روحانی اعلام کرده استان خوزستان مقصد دومین سفر داخلی حسن روحانی خواهد بود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد شریعت مداری گفته روحانی و دولت در ادامه مسیر سفرهای داخلی هفته آینده به استان خوزستان که نماد توسعه مقاومت و قهرمان است سفر خواهد کرد. آقای شریعت مداری گفته در این سفر دولت ضمن دیدار و ملاقات با مردم استان از نزدیک در جریان ضعف‌ها و قوت‌ها، محدودیت‌ها و مقدورات قرار خواهد گرفت و امید ما و فرصت‌ها و تهدیدهای منطقی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. معاون اجرایی رئیس جمهوری گفته که آقای روحانی و دولت اگرچه به این سفرها می‌روند اما به جای مسئولان محلی تصمیم نخواهند گرفت. امیدوارم. روحانی در جریان سفر یک روزه خود به استان بوشهر همچنین از فازهای جنوبی پارس جنوبی در منطقه اصلویه بازدید کرد. یه نکته رو من اینجا بگم، سفرهای استانی بسیار خوبه. آقای احمدی نژاد شورش رو در آورد و در این سفرهای استانی به جای اینکه هر بار پروژه‌ای تأسیس بشه کیسه پول می‌برد و بین مردم پخش می‌کرد. خوزستان وضعیت خاصی داره. در بخش‌هایی از اون عرب‌های ایرانی از حداقل حقوقشون محرومند. نفت اونجاست. الان خوزستان باید بهشت برین باشه. ولی چون این نیست و هنوز هم آثار جنگ بر زندگی بخش‌های وسیع از مردم به خصوص در نقاط مرزی آثارش دیده میشه و سایه انداخته. آقای روحانی رئیس جمهوری در این میان در یک سخنرانی در جمع هنرمندان ایرانی با تأکید بر اینکه هنر عرصه بروز خلاقیت است و خلاقیت بدون برخورداری از آزادی و بدون حریت مجال تحقق ندارد گفت دست دولت برای مبارزه با خشونت، برای دیپلماسی عمومی، برای یاری دولت به سوی هنرمندان به عنوان یاران نزدیک و مورد اعتماد دولت دراز است. روحانی به دعوت اعضای تشکل‌های فرهنگی و هنری در این مراسم که در تالار وحدت برگزار شد حاضر شد. پیش از سخنرانی روحانی 6 تن از هنرمندان که به نمایندگی از جامعه هنری سخن می‌گفتند مشکلات این حوزه را با رئیس جمهوری در میان گذاشتند. به گزارشی در این زمینه توجه فرمایید. آقای روحانی با بیان اینکه هنرمند نه زینت المجالس است نه اپوزیسیون گفته است هنرمند نه قرار است نوک پیکان تحولات سیاسی باشد و نه قرار است گوشه‌نشین خرابات و خانه. هنرمند قرار نیست هرچه دولت یا جامعه یا حتی روشنفکران میگویند به تصویر بکشد که برداشت خود را دارد و قرار هم نیست که با دولت یا جامعه در ستیز باشد و بجنگد. آقای روحانی ادامه داده است در بخش هنر نمیتوانیم با دستور هنر را بیافرینیم و خلق کنیم. هر گونه فضای امنیتی می تواند جوانه هنر را بخوش کند. به تعبیر اقبال، هرگاه خشک مغزی کوته نظر زمام امور را در دست گرفت، هنر مجال بروز نیافت. حسن روحانی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه دولت قصد ندارد ممیزی در فرهنگ و هنر را ادامه دهد گفته است ممیزی باید در چارچوب قانون و هدفمند باشد. اگر قانون ابهام دارد، باید قانون و چارچوب شفافی را در اختیار همه قرار دهیم تا تکلیف همه روشن باشد. کار وزارت ارشاد باید تقریبا یک کار اداری باشد. رئیس دولت 11 همچنین گفته است چرا نظارت بر سینما و کتاب و موسیقی را به اهلش واگذار نکنیم؟ چه اشکال دارد که انجمنهای صنفی بخشی از بار مسئولیت وزارت ارشاد را بردوش گیرند؟ به هم اعتماد کنیم، دوران اعتماد است. آقای روحانی همچنین گفته است دولت باید تسهیل کننده راه برای اصحاب فکر و هنر باشد. یادمان باشد و باید بدانیم هنر خطر نیست و هنرمند امنیت کشور را به مخاطره نمی اندازد. رئیس دولت افزوده است هر نظامی خطوط قرمزی دارد اما خطوط قرمز باید کاملا شفاف، صریح و قانونی باشد تا از اعمال سلیقه جلوگیری شود. در این زمینه دولت تمام قدم‌های لازم را برخواهد داشت
اگر مقررات شفاف و روشن داشته باشیم، آنگاه میتوان کار نظارت را به صنف‌ها و انجمن‌های تخصصی واگذار کرد. آنها بهتر از کارمندان یک وزارتخانه نظارت خواهند کرد و بیشتر عاشق ایران و کشورند. ما باید این شرایط را برای همه هنرمندان تسهیل کنیم. آقای روحانی همچنین گفته است دولت در فکر ایجاد آشتی ملی و وحدت ملی است. دولت می‌خواهد کینه ها از سینه ها برداشته شود و می‌خواهد میانه روی را ترویج کند و با خشونت و افراط مخالف است. ما با همه توان می‌خواهیم افراطیون را به انزوا برانیم. به افسوده است برخی هنوز صدای ملت را در 24 خرداد نشنیدند. پنبه ها را از گوش درآورند. ایران امروز منادی مقابله با خشونت و افراطی‌گری در جهان است. رابطه هنرمندان با محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین ایران به دلیل نگاه امنیتی دولت‌های نهم و دهم به مقوله هنر چندان مناسب نبود. در 8 سال دولت احمدی نژاد سانسور کتاب، فیلم و دیگر آثار هنری دامنه وسیعی پیدا کرد، تا جایی که آثار کلاسیکی مانند منظومه خسرو و شیرین نظامی گنجوی و مثنوی معنوی مولوی نیز از تیغ سانسور در امان نماندند. اکثر هنرمندان در آستانه انتخابات ریاست جمهوری 11 با در نظر داشتن ماجراهای انتخابات جنجالی سال 88 از حسن روحانی حمایت کرده بودند. آقای روحانی وعده داده بود فضا را برای هنرمندان باز کند. چقدر آقای روحانی حرفای خوبی زده بود. آدم چشمشو ببنده فکر نکن آقای روحانی داره اینو میگه، چقدر شادمان میشه رئیس جمهوری کشورش تا این حد به هنر و هنرمند، به هنر که زیباترین بدیعه انسانیست، اینقدر توجه داره. اما بلافاصله آدم یاد جعفر پناهی میفته. جلوی فیلمسازیشو گرفتن، چقدر ممنوع تصویر داریم، ممنوع فیلم، فیلمسازانی که قادر نیستن فیلم بسازن ناچار از ایران بیرون میان. کسی مثل مخمل باف رو آثارشو از موزه سینما بیرون میارن. آقای روحانی باید به اینا توجه کنه. دیگه دوران به قول معروف خطی کشیدن و تصویری روغن زدن گذشته. عمیقا باید در جامعه تحول ایجاد بشه. سری بزنیم به عراق، اونجا که آقای نوری المالکی نخست وزیر با اشاره به ادامه عملیات ارتش این کشور بر ضد القاعده و داعش همپیمانانش برای تروریست های داعش خط و نشان کشید. نوری المالکی گفت جنگ با القاعده و همپیمانان آن ادامه خواهد داشت و ما از حمایت بین‌المللی از عملیات الانبار استقبال میکنیم. نخست وزیر عراق با اشاره به عدم بکارگیری قوه قهریه بر ضد فلوجه آن را مشروط به کمک عشایر به نیروهای امنیتی کرد. به خطاب به داعش دولت اسلامی عراق و شام گفت هرگز به مناطقی که شما را از آنها بیرون کرده ایم باز نخواهید گشت مگر اینکه به هلاکت برسید و جنازه شما به آنجا برگردد. مالکی از ساکنان و عشایر فلوجه خواست که گروه های مسلح را بیرون کنند. چنین می کنند، اما آقای مالکی متاسفانه توجه نداره. زمین ساز آمدن داعش به شهرهای انبار حمله آقای دستور حمله آقای مالکی بود که ارتش به چادرهای متحسنین سنی حمله بکنه. چادرها را آتش زدن، مردم را آزرده کردند و بعد ارتش بیرون رفت. همون کاری که عملا آمریکا در عراق و افغانستان کرد. حالا خاطرات وزیر دفاع آقای گیتون زمان بیرون اومده و آدم میبینه در اونجا که آقای اوباما فقط میخواست از عراق بیرون بره. آقای مالکی هم همینطور ارتش رو فرستاد، مردم رو سرکوب کرد، بعد گفت بیایم بیرون تا داعش بره به شهر. حالا از عشایر میخواد اونا رو از شهر بیرون بریزن. چون این هم میکنه. آقای زکریا عز کفیل سردادستان برکنار شده پرونده فساد و ارتشا در ترکیه که دستور دستگیری شماری از فعالان اقتصادی ترکیه نزدیک به آقای اردوغان رو صادر کرده بود، در اظهارات جدیدی مدعی شد که توسط رجب طیب اردوغان نخست وزیر تهدید شده است. منابع خبری ترکیه گزارش دادند که ایشون گفته 2 نفر از مقامات بلندپایه سابق قوه قضاییه در هتلی در شهر بورسا وی را تهدید و عنوان کردند که نخست وزیر ترکیه از دست وی عصبانی است و وی باید با انتشار نامه‌ای از فعالیت‌های صورت گرفته عذرخواهی کند
در غیر این صورت به او آسیب جدی وارد خواهد شد. وی با رد برخی از اتهامات رسانه‌های جمعی ترکیه مبنی بر اینکه وی با هزینه یکی از تاجران به همراه خانواده‌اش به دبی سفر کرده است گفت این اتهامات صحت ندارد و من با هزینه خود به این سفر رفتم. آقای زکریا اوز، دادستان مشهور ترکیه، از عاملان اصلی دستگیری‌های گسترده نظامیان و سیاستمداران مخالف ترکیه به اتهام طرح‌های مختلف براندازی در طول سال‌های گذشته بود. این نکته هم اضافه بکنم، برکناری دادستان و معاونش در استانبول در آنکارا دستگیری عده‌ای، بعد برکناری مقامات بلندپایه پلیس، همه و همه مانع از آن نشد که در شهرهای دیگری در ترکیه پلیس و مقامات دادستانی بتوانند شماری دیگری از فاسدان رو که با نام اسلام مدرن کرواتی در کنار آقای اردوغان جمع شدن اونها رو رسوا و دستگیر نکنند. به هر حال این ماجرا در ترکیه ادامه دارد و روز به روز ستاره اسلام ناب، چه در وجه خشن و آلوده بن لادنی، چه در وجه ولایت فقیه شیعه و چه در وجه مدرن و کراواتیش، روز به روز بی اعتبارتر میشه. دیدیم که در تونس مردم معجزه کردن. جنبش نهضت رو که میخواست عبا بر سر زنان و قبا بر تن مردان بکنه، وادار کردن یک قانون اساسی سکولار رو بپذیره. سازمان ملل متحد بیانیه انتشار داد در رابطه با امهای کامل زرادخانه تسلیحات شیمیایی سوریه که این کار تا پایان ماه ژوئن انجام خواهد گرفت. خبرگزاری فرانسه گفته سازمان ملل میگوید که به موجب توافق صورت گرفته مسیر کشتی که سلاح‌های شیمیایی را حمل و نقل می‌کند سری است. هم نگرانی از تروریست‌هاست. در همین راستا سخنگوی سازمان منع سلاح‌های شیمیایی در جهان گفته که شورای اجرایی این سازمان در جلسه‌ای بر پیشرفت حاصل شده در زمینه عملیات جمع‌آوری و امهای سلاح‌های شیمیایی سوریه تأکید کرده است. مواد شیمیایی به اصطلاح اولویت یک دسته‌بندیش کردن. از جمله گاز خردل باید تا 31 مارس به کلی نابود شود. اولین محموله سلاح شیمیایی سوریه روز گذشته از بندر لازقیه به آب‌های سرزمینی منتقل شد. سوریه سال گذشته میلادی با یک طرح آمریکا و روسیه برای تحویل سلاح‌های شیمیایی موافقت کرد و در واقع آقای اسد با این کار جلوی حمله حتمی آمریکا به سوریه رو گرفت. در عراق باز گروه دولت اسلامی عراق و شام، داعش، شاخه شناخته شده القاعده در عراق و سوریه، وعده داد که اعضای ائتلاف ملی اپوزیسیون سوریه را هدف قرار خواهد داد. خیلی ها معتقدند داعش در ارتباط با رژیم سوریه است. همونطور که در لبنان وقتی این گروه آقای عزام اعلام کرد که سفارت جمهوری اسلامی رو منفجر کرده، رفتن و ریشش رو پیدا کردن، دیدن اصلا از سازمانهای جمهوری اسلامی ساخته است، از سازمانهای سپاه قدس ساخته است. و حالا در سوریه هم روی داعش خیلی علامت سوال هست. در مناطقی که اینا رو بیرون کردن، از جمله امروز در بخشی از دمشق و حلب، زندانها رو که باز کردن، دیدن شماری از روشنفکران، آزاداندیشان، روزنامه نگاران اسیر اینا بودن و جنایات کردن که مساوی با جنایات رژیم بشار. حالا هم اینا شمشیر به روی ائتلاف ملی و ارتش آزاد کشیدن و گفتن تمام گروه های مسلح مخالف بشار اسد رو غیر از افراد خودشون نابود خواهند کرد. در این حال قرار است نشست وزرای خارجه کشورهای عضو گروه موسوم به دوستان سوریه اوائل هفته آینده در پایتخت فرانسه برگزار شده. گزارش داریم در این زمینه، توجه شما رو به اون جلب میکنم. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزرای خارجه کشورهای عضو گروه دوستان سوریه یک شنبه آینده در پاریس پایتخت فرانسه گرد هم میآیند. این نشست در حالی برگزار میشود که تنها 10 روز به برگزاری کنفرانس بین المللی برای حل بحران سوریه موسوم به ژنو 2 باقی مانده است. بر اساس این گزارش قرار است سرگئی لاوروف و جان کری وزرای خارجه آمریکا و روسیه نیز روز دوشنبه هفته آینده در پاریس با یکدیگر دیدار کنند. بنا به گفته سخنگوی سازمان ملل متحد، وزیران خارجه آمریکا و روسیه در این دیدار
درباره حضور هیئت ایرانی در کنفرانس ژنو دو رایزنی خواهند کرد. در همین خصوص مارتین نسیرکی سخنگوی دبیر کل سازمان ملل ابراز امیدواری کرد که سرگئی لاوروف و جان کری وزرای خارجه روسیه و آمریکا در رایزنی‌های قریب الوقوع خود درباره امکان مشارکت ایران در کنفرانس بین‌المللی ژنو دو درباره سوریه به توافق نهایی دست یابند. وی گفت روسیه و آمریکا یعنی لاوروف و کری رایزنی‌هایی را درباره این مسئله انجام خواهند داد و ما در انتظار نتیجه مذاکرات در این خصوص هستیم. در همین راستا جک اسراف وزیر خارجه اسبق بریتانیا هم خواستار حضور بدون پیش شرط ایران در مذاکرات سوریه موسوم به ژنو دو شد. آقای اسراف که به عنوان رئیس گروه پارلمانی انگلیس و ایران همراه هیئتی به تهران سفر کرده است گفت که تنها راه حل بحران سوریه حضور ایران در کنفرانس ژنو دو است. در رویدادی دیگر مرتبط با سوریه، گروه دولت اسلامی عراق و شام موسوم به داعش شاخه القاعده در عراق و سوریه وعده داده است که اعضای ائتلاف ملی اپوزیسیون سوریه را هدف قرار خواهد داد و گروه‌های مسلح مخالف بشار اسد را نابود خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، ابو محمد العدنانی سخنگوی این گروه مرتبط با القاعده در پیامی صوتی خطاب اپوزیسیون سوریه گفت به خدا سوگند می‌خورم که هیچ یک از شما را زنده نخواهیم گذاشت و شما و پیروانتان را به عبرتی برای دیگران تبدیل خواهیم کرد. درگیری‌های شدید میان نیروهای دولت اسلامی عراق و شام و درگیری‌های گروه‌های مسلح مخالف بشار اسد از روز جمعه آغاز شده است. دیدبان حقوق بشر سوریه نزدیک به مخالفان گزارش داده است نیروهای ارتش آزاد شب گذشته موفق شدند نیروهای داعش را از شهر حلب بیرون برانند. گروه النصره هم که از گروه‌های اسلامگرای تندرو به شمار می‌آید و از سوی ایالات متحده آمریکا به عنوان گروهی تروریستی شناخته شده، در جنگ داخلی علیه گروه دولت اسلامی عراق و شام شرکت دارد. یکی از مشکلاتی که اپوزیسیون سوریه باش روبرو هست، همین الان در استانبول جمع شدن، اختلاف‌های شدید بین خودشونه. الان از قدرت اخوان المسلمین کم شده. نیروهایی مثل نیروهای آقای میشل کیلو، روشنفکر برجسته، اینا دارن اعتبار بیشتری پیدا میکنن. فشار اسلامی ها زیاده. از این و از یه طرف دولت‌هایی که کمک میکنن به ائتلاف، اونا هم هر کدوم دنبال اجندای خودشون هستن. الان اختلاف نظری اونجا وجود داره بین عربستان سعودی که از ائتلاف و ارتش آزاد حمایت میکنه و قطر که از اخوان المسلمین و اسلامی ها. قطری ها هر جا اسلامی ها باشن هست. خیلی جالبه، همسر امیر پیشین قطر که خودش رو ملکه میدونست، مادر امیر فعلی، با ظاهری که میومد نشان دهنده این نبود که همسرش خیلی علاقمنده که خلافت اسلامی در قطر برپا بشه. و در این حال قطر بزرگترین پایگاه آمریکا در منطقه است. بزرگترین پایگاه هوایی آمریکا بعد از دیوگو گارسیا در قطره و قطر دارای روابط نزدیک با اسرائیل و در مقابل از اخوان المسلمین و اسلامی ها حمایت میکنه. پیدا کنید پرتغال فروش را. آقای آیت الله، نمیدونم القاب آیت اللهی هم این روزها خیلی رخیص و ارزان شده. زمانی بود کسی به مقام آیت اللهی میرسید که خب باید یه جایگاه والایی مثل مرحوم آیت الله بروجردی داشت. زنده یاد آیت الله شریعت مداری، آیت الله گلپایگانی، آیت الله آقا شهاب مرشی نجفی، آیت الله حاج احمد خونساری، اینا جایگاه‌های والایی داشتن نزد مردم و انسان‌های با خدایی بودن. امروز صادق لاریجانی با عنوان آیت الله خطاب میشه. شگفتا معمولا آیت الله سنشون هم بالای 70 بود، حالا بچه‌های 20-30 ساله هم آیت الله میشه. چقدر این رژیم جمهوری اسلامی از این نظر خوب بود که این القاب رو بی‌اعتبار کرد، همونطور که دکان دین رو برای مردم آشکار کرد که این دکانداری است و این با دین کاری نداره. در مورد القاب هم همینجور. به هر حال بنده این آن سوی خبرم زیاد شد. آقای لاریجانی فرمایشاتی داشتن که خبرگزاری فارس نقل کرده. در مورد بابک زنجانی ایشون گفتن چند ماه این متهم زیر نظر بود و مهلت مناسبی برای بازگرداندن اموال مردم به او داده شد، اما از اونجا که اقدامی صورت نگرفت منجر به برخورد و رسیدگی قضایی شد.
در همین راستا بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت نیز بار دیگر تاکید کرد که بابک زنجانی تاجر ایرانی متهم به فساد مالی هنوز بدهی بالای 2 میلیارد یورویی خود را به این وزارتخانه پرداخت نکرده است. 83 میلیارد قبلا داده بود دیگه، حالا جورای مختلف. آقای زنگنه گفته که بابک زنجانی از روی میدونیم زمانی حرف زده که از 9 دی ماه در باز داشته. بابک پیش از این مدعی شده بود که بدهی خود را به وزارت نفت تا آخرین قران از طریق بانک ملی کشور تاجیکستان پرداخت کرده. بعد رئیس بانک ملی تاجیکستان گفت اصلا چنین چیزی نبوده، ما تعاملی نداشته. بعد گفتن اسنادی که ایشون ارائه کرده اسناد درستی نبوده، بانک مرکزی اینا رو جعلی دانسته. روزگار غریبی است، 2 میلیارد یورو رو شما سند جعلی براش میزنی، عجب کشوری است 2 میلیارد یورو سند جعلی. سردار نقدی یکی دیگر از صادرات عراق به ایران، ایشون هم فامیلیشون شمس بود، پدرشون روزخان در عراق بودن و حالا به عنوان سردار و فرمانده بسیج میگوید برخی ها بیان میکنن که باید دست از مبارزه با ظلم و ستم برداریم و به زندگی با رفاه بالا و با همان زندگی حیوانی رو بیاوریم. معلوم شد آیت الله، ایشون هم نظر آیت اللهی دادن، چون اگه زندگی رفاه داشته باشه زندگی حیوانی است، پس تمام سران جمهوری اسلامی دارای زندگی حیوانی هستند. آقای نقدی افسوده هیچ کشوری همانند ایران در دنیا وجود ندارد که به استقلال و آزادی دست یافته باشه. نمونه این استقلال هم میبینیم، چند هزار کارشناس چینی، کره شمالی، اوکراینی و بلاروس و روسی، اینا همه دلیل استقلال ماست و اینکه روسایی که آرزو میکرد پتر کبیر سربازش پوتینش رو در خلیج فارس بشوید، حالا کارشناسان روسی تن و روی رو خود و همسران و فرزندانشون در خلیج همیشه فارس میشوید، پلاژ مخصوص دارن، ودکا هم در اونجا سرو میشه. آقای نقدی گفتن دیپلماسی بخشی از مبارزه است، باید با نرمش قهرمانانه چهره خبیث دشمنان را به جهانیان نشان دهیم تا بدانند که چه جنایتکارانی در جهان وجود دارد. من فکر نمی کنم در جهان هیچ مسئولی در کشورهای حداقل مهم جهان مثل آقای نقدی پرونده‌ای داشته باشه که حتی در اون در قتل پسر عموی خودش نقش داشته باشه. آقای علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی پارلمان طی اخطاری با اشاره به اظهارات مهدی کوچکزاده دیگر نماینده مردم تهران گفته آقای کوچکزاده گفتن من در نطقم به قضات توهین کردم، در حالی که اساساً هیچ اشاره‌ای به قضات نبود. به اضافه کرد انتقاد من به مدیریت قوه قضاییه بود که باید استقلال بیشتری داشته باشد و مثال‌هایی هم در این زمینه زده بودم. مطهری با بیان که اعلام جرم قانونی نبوده خاطر نشان کرد من نمیدونم آقای کوچکزاده چه لذتی از خشونت و مسائل اینچنینی میبرند که شبانه بیایند و مرا بازداشت کنند. در همین راستا علی لاریجانی رئیس مجلس هم با دفاع از مطهری گفت اعلام جرم علیه وی وجاهت قانونی ندارد. اینجا من یه نکته رو اضافه بکنم که آقای کوچکزاده کسی است که در دوران دانشجویی در کنار پاسداران و ماموران زندان توی ماشین می‌نشست، ماشین تو خیابون راه می‌رفت و ایشون همکلاسی‌های دانشگاهشو که مجاهد یا طرفدار مجاهدین یا فدایی بودن نشان می‌داد. بسیاری از اون افراد بعداً تیرباران شدند. یک روزنامه‌نگار اصلاح طلب می‌گوید ورود برخی نمایندگان مجلس به موضوع مقاله روزنامه بهار به عنوان مصداق رعایت نکردن اصل تفکیک قوا و خدشه به استقلال قوه قضایی است. آقای ماشاءالله شمس الواعظین روزنامه نگار برجسته و سرشناس با اشاره به برخورد مجلس با وزیر ارشاد گفت کارت زرد نمایندگان مجلس به وزرای دولتی 11 نشان میدهد که دست دولت روحانی برای اجرای وعده‌های انتخاباتی او باز نیست. دست آقای روحانی برای هیچ کاری الان باز نیست. ولی فقیه با تمام قوا بازگشت و بار دیگر بر سر کار قرار گرفت. مسئول اوست. اگر مشکلی در امور مملکت هست نگاهتان متوجه چهارراه
آذربایجان باشد. خب من همینجا خاتمه میدم به آن سوی خبر، توجه شما رو جلب میکنم به برنامه‌های دیگر ما از جمله بررسی مطبوعات. بدرود، تا روزی دیگر.